دوستان سلام، یه دونه بتونکن دو کاره رونیکس مدل 2470 داریم. تو این ویدیو میخوایم دستگاه رو مونتاژ کنیم و به کمک مکانیزم کارکر دستگاه دستگاه ابیابیش کنیم. خب ما دستگاه رو از قبل شستیم، تمیز کردیم، به خاطر اینکه چون ویدیوی آموزشی هست قطعات بهتر قابل رویت بشه و درک مسئله برای دوستانی که ویدیو رو نگاه میکنن راحت تر بشه. خب پوسته دستگاه هستش، به این شکل اینجا قرار داره، به این صورته و میللنگ ما، از میللنگ شروع کنیم، میللنگ ما به این صورت اینجا قرار داره و دو تا دنده هم داریم که روی میللنگ سواره. اول این دنده زیری هست، بعد این دنده روی. موقعیت قرارگیریش هم به این صورت، این پله دنده یه مقدار بالاتر قرار میگیره. ببینید دوستان، نیرو چرخشی آرمیچر توسط این دنده ها انتقال داده میشه به میللنگ. این انتقال نیرو به دو صورت انجام میشه، یا به صورت اصطکاکی انجام میشه یا به صورت این خار. یه همچین خاری اینجا دارید، من خاره بیارم، یه همچین خاری، خب، و یه همچین شیاری هم روی دنده هستش و اینا با هم درگیر میشن، نیرو چرخشی رو انتقال میدن به میللنگ. حالا تو حالت اصطکاکی چطوره؟ قطر این میللنگ از قطر سوراخ این دنده یه مقدار بیشتره. اینو یا با پرس جا میزنیم یا این دنده رو یه مقدار حرارتش میدیم بعد جا میزنیم. اینو بعد که این سرد میشه منقبض میشه و با توجه به اصطکاکی بین این دوتا هست نیرو چرخشی رو انتقال میده به میللنگ. حالا تو این دستگاه یعنی نیرو چرخشی به هر دو صورت انتقال داده میشه، یعنی هم به حالت اصطکاکی هم به حالت این خار. حالا نمیدونم بر چه اساسی اینو درست کردن، یعنی برای در آوردن اینم نیاز حتما به پرس داریم یا به فولیکش داریم، برای جا زدنش هم به پرس نیاز داریم. البته لازمه قبل از اینکه ما این میلنگ مونتاژ کنیم، حداقل دنده دومش قبل از اینکه جا بزنیم، لازمه که حتما این کلاچو اینجا ما جا بزنیم. خب ما اول بریم کلاچ رو مونتاژش کنیم. البته نمونه این کلاچ رو من توی ویدیوهای دیگه دستگاه‌های دیگه مونتاژ کردم. حالا من اینو سرسری باز اینجا مونتاژ میکنم، حرف نمیزنم که یه مقدار زمان ویدیو بیاد پایین. حالا ما بریم کلاچ رو مونتاژ کنیم، بیام برای ادامه مونتاژ دستگاه. خب ما کلاچ رو مونتاژ کردیم، یه شافتی داریم که یه دونه پین داره و این شافت هم سرش دنده کله قندی قرار داره یا دنده پینیون هم بهش میگن و یه بولرینگ هم اینجا هستش، به این صورت اینجا قرار میگیره و روی پوستم دقیقا به این شکل قرار میگیره. حالا میتونیم با ضربه یا با پرس اینو جا بزنیم، حتی با ضربه هم با چکش پلاستیک هم میشه این کار کرد. ما میتونیم میللنگ مونتاژ کنیم، دنده اولش هم جا بزنیم، خب، ولی قبل از اینکه دنده دوم جا بزنیم حتما باید این دنده رو، این کلاچ رو مونتاژش کنیم، چون اگه این به این صورت اینجا باشه بخواد بیاد داخل این مانع از جا خوردن این دنده میشه. خب بریم برای مونتاژ میللنگ. ببین قبل از اینکه ما میللنگ بخوایم جا بزنیم باید این درپوش اینو ما ببندیم، در پوش اینو میبندیم، دو تا پیچه ریز داریم اینجا. بهتره ببینید این پیچه ها رو چسب رزبه بزنیم که موقعی که داره کار میشه در اثر ارتعاشات که به وجود میاد این دنده این پیچه ها شل نشه، یه مقدار کم.
خیلی کم. خب من این دو تا پیچ رو ببندم، الکی وقت ویدیو رو با بستن پیچ نگیریم. خب این دو تا پیچ رو بستیم. برای جا زدن میلنگ، میلنگ باید به این صورت از اینجا بذاریم اینجا و یه چند تا ضربه بزنیم. البته لازمه زیرش یه چیزی بذاریم که در اثر ضربه ما یه مقدار به این تنش وارد نشه. به این صورت یه چیزی میذاریم اینجا و یه همچین شافتی میلی هرچی دستمون بود یه دو سه تا ضربه میزنیم. این بره سر جاش. خب حالا یه خار داریم اینجا که دور این میله باید این خار قرار بگیره. خار رو جا میزنیم. یه دونه بعد از اینکه جا زدیم یه مقدارم با خار جمع کن اینا فشار بدیم جمعش کنیم. خوبه. حالا ما باید این دنده اول رو بزنیم. موقعیت قرارگیری دنده اولم به این شکل به سمت این پله باید به سمت بالا باشه. بعد از اینکه دنده اول رو جا زدیم میتونیم اینو جا بزنیم، یعنی اول دنده اول رو میتونیم جا بزنیم بعد اینو بعد باید دنده دوم رو جا بزنیم. خب برای این کار حتما باید از پرس استفاده کنیم چون گفتیم که این دنده ها به صورت استحکاکی جا میره. حالا ما خار این اول جا بزنیم. خب برای جا زدن خار یه مقدار ما گریس اینجا میزنیم به این صورت، بعد خارم به این شکل اینجا قرارش میدیم، بعد حالا دنده رو جا میزنیم. ببینید ما این دنده رو میتونیم با پرس جا بزنیم، با حرارت هم میتونیم جا بزنیم. یه مقدار اینو حرارتش بدیم این دنده رو، بعد بذاریم اینجا و اینو جا بزنیم. ولی یه نکته ای رو باید رعایت کنیم، یا که ما موقعی که اینو با حرارت یا با پرس داریم جا میزنیم یه مقدار ضربه هم نیازه دیگه، بهتره یه همچین چیزی میله ای پشت این میلنگ قرار بدیم و اینو بزنیم زمین، چه با پرس چه با این ضربه که قرار جا بزنیم. موقع که ضربه میزنیم این از جای خار در نیاد و نره اون بر. خب اول یه همچین قطعه فلزی هرچی هست میذاریم اینجا و اینو به این صورت میذاریم پشت میلنگ به این شکل، در اثر فشاری که وارد میکنیم اون میلنگ نره. یه همچین لوله ای هم میذاریم این قسمت و اینو دقیق میارم زیر پرس. یه مقدار باید تنظیم کنیم دقیق. توجه کنید این دنده جا خورد به این شکل. حالا باید دنده دوم جا بزنیم. البته لازمه قبل از اینکه دنده دوم جا بزنیم این سیستم کلاج باید اینجا جا بزنیم. من کلاج رو بیارم. خب حالا باید این بولبیرینگ و شافتش رو جا بزنیم اینجا. البته این هم میشد با ضربه هم جا زد، خب راحت جا میره، ولی خب ما اینجا میخواییم همین هم با پرس جا بزنیم. اینه جا میذاریم و یه لوله‌ای که هم قطر این بولبرینگ باشه. خب
اینجا خورد. خب حالا که اینجا خورد، کلاچو میاریم میذاریم اینجا. این کلاچ باید با این دنده به صورت درگیر بشه. ببینید، برای اینکه دنده دوم جا بزنیم، اول میاریم این دنده را، خارش دقیقا تو موقعیت خودش تنظیم میکنیم. خب بعد باز مثل همین این میله رو به این صورت میذاریم اینجا زیر میلنگ و اینم تو این قسمت قرار میدیم و به کمک این دوده ای که داریم اقدام میکنیم به جا زدن دنده دوم. این هم کاملا جا خورد. حالا بریم روی میز کار برای ادامه. خب دوستان، دنده رو جا زدیم، ولی یه نکته رو باید حتما توجه کنید تو جا زدن این دنده، که قبل از جا زدن هم من بهش اشاره کردم. ببینید، این دنده پایینی رو می‌خواستی جا بزنی، یه پله داشت. اون پله باید به سمت بالا قرار می‌گرفت که بین این دوتا دنده این شیار ایجاد می‌شد. حالا برای در آوردن این دیگه ما نمیتونیم از پرس استفاده کنیم، میایم با کمک یه همچین فولی کشی به این شکل اینجا قرار میدیم از دو طرف. حالا برای اینکه این در نره، ببینید شما میتونید دو تا حالت پروفیل قوطی بذارید این بغل این و اینو ببندید به گیره، گیره محکم اینو نگه داره. من خودم اینجوری باز کردم، وقتی اینو میخواستم با آچار بازش کنم، به این صورت یه آچار میخوره اینجا، با آچاری که میخواستم بازش کنم خیلی سخت باز میشد، یعنی این در میرفت اینا، به خاطر اینکه اینا در نره. دو تا قوطی دو در دو به این صورت بذارید کنار این و اینا ببندید به گیره، گیره قشنگ اینا محکم نگه میداره. حالا با بستن این پیچ، سر این شافتم یه دونه سوراخ داره، این نوک این میره داره، با بستن این به این صورت اینو میکشه به سمت بیرون. خب دو تا خارم اینجا داریم، خارا رو هم جا بزنیم. یه دونه این و یه دونه هم این، حتی یه واشر هم اینجا داریم که این واشر رو باید اول جا بزنیم. بعد این خارا. خب یه دونه خار ما اینجا داریم. یه خارم اینجا داریم و این دنده کشویی که سه تا دنده برجستگی اینجا داره و یک حالت شیاری داره که داخل این قرار میگیره و با این دنده زیر درگیر میشه. یه همچین فنری داریم، یه دونه واشرم اینجا قرار میگیره و اینم میاد دقیقا توی همچین موقعیتی قرار میگیره و بسته میشه این قسمت. خب حالا تا اینجا ما مونتاژ کردیم، ما میخواییم از این به بعد مونتاژمون رو به همراه کارکرد مکانیزم ها ادامه بدیم. بریم آرمیچر رو بیاریم. حالا میخواییم شروع کنیم به مکانیزم کارکرد دستگاه. ببین، محل قرارگیری آرمیچر ما به این صورت اینجاست، دنده اینو که کار میشه از اینجا میزنه بیرون. ما اگه این پوسته رو ببندیم به این شکل، خب دنده آل میشه دقیقا میاد اینجا قرار میگیره، اینجا قرار میگیره. یه لحظه نور اینجا رو زیاد کنم میخورده. خب دنده اینو کار میشه اینجا قرار میگیره، یعنی بس با چرخش موتور آرمیچر میچرخه و با چرخش آرمیچر اگه توجه کنیم، با چرخش آرمیچر این دنده به چرخش در میاد. دنده میلنگ بالایی، دو پله داریم، یک دنده پایینی و دنده بالایی. وقتی دنده بالایی میچرخه، خب دنده بالایی که گفتیم با این شافت میلنگ به دو صورت درگیره، بس نیرو چرخشی رو انتقال میده به این شافت و باز انتقال داده میشه به این دنده زیری، به این دنده سی. خب
دنده زیری هم که با دنده کلاش درگیره. پس با چرخش آرمیچر مدام این دوتا در حال چرخش هستن. و از این طرف هم اگه توجه کنیم میبینیم میلنگ میچرخه. پس با چرخش آرمیچر ما میلنگ ما مدام در مدار هستش. پس حرکت رفت و برگشت یا ضربه ما مدام در مدار هستش. تا اینجا که چیزی نیست این میلنگ رو از مدار خارج کنه. پس با چرخش حرکت رفت و برگشت مدام داریم. و اگر توجه کنید نیا کن ما این شافت رو نگه داشتم. خب با چرخش این دنده این شافت نمیچرخه. یه عاملی هست، یه چیزی باید باشه که نیروی چرخشی اینو بتونه انتقال بده به این شافت و این شافت هم انتقال بده به این دنده کله بندی. اون قطعه، اون عامل این قطعه هستش. با توجه به شیاری که در این قسمتش داره و دنده هایی که تو این قسمت هست، وقتی ما اینو اینجا قرار میدیم خب ببینید الان وقتی این میچرخه نیرو چرخشی که انتقال داده شده بوده به این دنده کلاچ، حالا توسط این سه تا دنده ریز کوچیک انتقال داده میشه به این قطعه و اینم با توجه به اون خاری که اینجا داشت انتقال میده به این شافت و این شافت هم انتقال میده به دنده کله‌قنده یا دنده پینیون. خب این تا اینجا. خب ما یه کلید تغییر حالتی هم داریم که به این شکله، یه پینی داره تو این قسمتش و محل قرارگیریش هم به این صورت اینجاست و با توجه به موقعیتی که داره دو حالت چرخشی و چرخشی با ضربه و ضربه خالی را ایجاد میکنه و با تغییر دادنم به این شکل این اینجا به حرکت در میاد. حالا این کلید تغییر حالت با توجه به پوسته که در این قسمتش هست میاد دقیقا داخل این قرار میگیره، داخل این شیار. ما وقتی که این کلید تغییر حالتمون رو به این صورت میچرخونیم بالا، اینا میاد فاصله میده بین این دوتا، اینا هول میده به سمت بالا. وقتی هول بده به سمت بالا ببینید نیروی چرخشی این دنده کلاچو جدا میکنه از این دنده و باعث میشه که این شافت نچرخه. وقتی این شافت نچرخه مسلما این دنده پینیون هم نخواهد چرخید. پس کلید تغییر حالت ما فقط یک حالت داره تو این دستگاه، فقط اینو جدا میکنه. با جدا کردن فقط چرخش رو از مدار خارج میکنه. از اونجایی که ما تو این دستگاه مدام توی دستگاه ضربه رو داریم، پس فقط با این کار ما چرخش رو جدا میکنیم و دستگاه ما تک حالته و ضربه حالت چپکشیش فعال میشه و وقتی برگردونیم به اون حالت قبلیش دستگاه ضربه همراه با چرخش خواهد داشت. یک کلید تغییر حالت ساده هستش. خب این تا اینجای کار. و اما ببینید یک سری دنده هایی به این شکل روی این قرار گرفته. اینا کارشون چیه؟ اگه توجه کنیم دو تا پین هم به این صورت توی قسمت پوسته قرار داره. این پوسته هم به این صورت اینجا قرار میگیره. وقتی این کلید تغییر حالت اینو میده بالا، این میاد بالا، این دو تا دنده دقیقاً این دنده میاد دقیقاً میفته روی این دو تا پین، این جای این پین به این صورت و باعث میشه که این در اثر ارتعاشات دستگاه این دنده چرخش نداشته باشه، اینجا قفل بشه. و حالا یه فنری هم داره تو ادامه بهش اشاره میکنیم، توی این قسمتش قرار میگیره که اون فنر هم باعث میشه که یه فشاری پشتیم وارد کنه موقعی که کلید رو برمیگردونیم به حالت قبلی، یه فشاری بده اینو بیاره درگیر کنه اینجا. اون فنر هم اجازه بدید مونتاژ کنم بگم تو کدوم موقعیت قرار میگیره. فنرم دقیقاً به این صورت قرار میگیره و یه واشری هم پشتش هست به این شکل. این فنر اینو تحت فشار قرار میگیره، موقعی که کلید تغییر حالت ما برگردیم اینو هول میده به سمت پایین و باعث میشه که این دوتا با هم درگیر بشن. خب ببینید پیستون و شاتون هم که دقیقاً به این شکل اینجا قرار میگیره، به این صورت از داخل اینو میاریم به این صورت اینجا جا میزنیم و
به این شکل میاد داخل این پین قرار میگیره و با چرخش دستگاه این حرکت رفت و برگشت داخل داخل این سیلند ایجاد میکنه و سیلندش هم موقعیتش دقیقا به این شکل، اگه توجه کنیم سیلندم دقیقا به این شکل و توی موقعیت قرار میگیره. پس پیستونم دقیقا توی محوطه سیلند بازی میکنم، محدوده بازی پیستون در داخل سیلند در این محدود هستش. خب حالا ما بریم مکانیزم ضربه اینو ببینیم چطور اتفاق میفته قبل از اینکه دستگاه رو مونتاژ کنیم. اصلا ببینیم این ضربه ای که داخل تا اینجا اومده توسط این میلنگ تولید شده، حرکت رفت و برگشت، این ضربه کلا چطوری انتقال داده میشه به نوک قلمگیر. خب دوستان این سیستم ضربه زن دستگاهه، حالت چکشی دستگاه، چون ما اینجا یه سری قطعات دیگه هم داریم، یه سری دنده های اینجا، یه دنده اینجا داریم که مربوط میشه به حالت چرخشی دستگاه، فعلا اونو فعلا نصب نکردیم. ما میخوایم حالت ضربه دستگاه رو بررسی کنیم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که میلنگ این حرکت رفت و برگشت رو تولید میکنه و محدوده بازی این در داخل این سیلند توی محدوده هستش. بیشترین حالتی که میره بالا توی محدوده است و بیشترین حالتی که میاد پایین توی این محدوده است. خب قطعات دیگه هم خب اینجا هست، این سیلند دستگاه هست به این شکل، یه سری سوراخ اینجا داره، یه سری سوراخ اینجا داره، قلمگیر دستگاه هستش، محل قرارگیری قلمگیر دقیقا به این شکله، با توجه به این شیارهایی که اینجا هست به این صورت اینجا قرار میگیره و یه همچین ساچمه ای داریم میاد داخل این و یه بولبرینگی داریم روی این قرار میگیره، در ادامه بهش اشاره میکنیم. خب حالا نقش این چیه؟ ببینید اگه توجه کنید این ساچمه، این شیار یه همچین طولی داره، تقریبا هولوش نزدیک به 1.5 سانت. اگه توجه کنیم ما اگه بخوایم این ساچمه رو اینجا قرار بدیم و روش هم یه بولبرینگ قرار بگیره، این قلمگیر تین محدوده حرکت داره، بازی داره، بیشتر از این نمیتونه. دلیلش هم اینه که اگه بخواد این جلو بیاد این ساچمه مانش میشه و عقب هم بره باز اینجا مانش میشه. بس محدوده حرکت این قلمگیر در داخل این سیلند اینقدر، اگه توجه کنیم به این صورت، بیشترین حالتی که میتونه بره بالا توی محدوده است و بیشترین حالتی که میتونه بیاد پایین توی محدوده است. از طرف دیگه ای گفتیم یه ضربه زن دیگه هم داریم، ضربه زن مدادیه و اینم باز داخل این قسمت قرار میگیره. حالا اینو بندازیم خورد در آوردنش سخته و این هم دقیقا به این صورت میاد توسط این ساچمه ها اینجا درگیر میشه به این شکل. محدوده حرکت اینم در بیشترین حالت که میتونه بیاد جلو اینقدر و بیشترین حالت که میتونه بیاد عقب اینقدر، این ساچمه مانع از این میشه. خب و مجددا یک ضربه زنی هم اینجا داریم و از طرفی هم این قلمگیر، قلم ما یه قلم پنشیاری، یه همچین شیاری اینجا داره و این هم دقیقا میاد توی این موقعیت قرار میگیره و این ساچمای کپسولی هم اینجاست و دقیقا این ساچمای کپسولی هم مانع از این میشه قلم بیشتر از اون محدوده که براش تعیین شده حرکت نداشته باشه با توجه به موقعیتی که در اینجا قرار داره، یعنی بیشترین حالت که میتونه بیاد جلوی و بیشترین حالت که میتونه بره عقب توی محدوده هستش. خب حالا ما بریم اینو بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینا رو اجازه بدید قرار بدم یا اصلا داخل قرار ندم، توی موقعیت خودشون قرار بدم، همه رو در حالتی قرار میدم که بیشترین حالتی هست که به سمت جلو کشیده شدن به این صورته و اینم ببینید این ساچمه دقیقا روبرو این شیار داره روبرو این ساچمه قرار میگیره و اینم به این شکل روبرو این قرار میگیره و اینم که مسلما خب جلو هست دیگه، بیشترین حالتش اینه با توجه به این ساچمه کپسولی که اینجا داریم. خب اینم که بندازم میاد داخل و این ضربه زنم به این صورت اینجا قرار گرفت. حالا ما میایم این دستگاه رو فشار میدیم، میخوایم بذاریم روی کار شروع کنه به ضربه زدن. وقتی این کار انجام میدیم مسلما اینا رو هل میده عقب. این بیشترین محدوده حرکت خودش چقدر میشه؟ میاد تا اینجا قرار میگیره. خب توی همچین موقعیتی وقتی تا اینجا قرار گرفت، ببین این ضربه زن رو، ضربه زنی که اینجا به این صورت بود،
اینو هول میده میاره یکم عقب‌تر. خب تا کجا؟ تا اینجا میاره. از طرف دیگه گفتیم یه ضربه زن مدادی هم داشتیم داخل این دیگه، اینم محدودش چقدر بود؟ محدودش تا اینقدر بود. حالا این قلمه فشار میاره به این داخل اینه دیگه، فشار میاره، اینم باز اینو میاره بیشترین محدوده خودش. بیشتر محدوده خودش کجاست؟ این ساچمه روبروی این قرار میگیره و از اونجایی که این پشت این قرار گرفته بود، اینم از این حالت میاد کجا قرار میگیره؟ دقیقاً روبروی این سوراخ ها، این قسمت پرینک میاد روبروی این سوراخ ها قرار میگیره به این شکل. خب میاد جلوی این سوراخ ها رو میگیره. از طرفی گفتیم این پیستون در داخل این حرکت رفت و برگشت داره دیگه، وقتی این پیستون اینجاست میخواد بیاد جلو، هوایی که در داخل این سیلند هست و این هوا رو متراکم میکنه، این هوای متراکم شده یک ضربه‌ای فشرده شده، این ضربه زن رو هول میده به سمت جلو. وقتی هول بده به سمت جلو، این ضربه زن مدادی رو هول میده، ضربه میزنه و اینم ضربه زن مدادی هم چون داخل این هست که ضربه میزنه نوک قلم و باعث میشه که این عملیات ضربه صورت بگیره. حالا این سوراخ برای چیه؟ ببینید از اونجایی که این اورینک داره و اینا اورینک دارن، موقعی که اینا در داخل سیلند حرکت میکنن، هوایی که پشتشون هست و هل میدن به سمت پشت، موقعی هم که میرن داخل، میرن به سمت جلو، هوا رو میکشن داخل. پس لازمه یک فضایی باشه، یک جایی باشه این هوا بتونه تخلیه بشه و از اینجا تخلیه میشه. و از اونجایی که میبینید این قطر این بیشتر از اینه، حتما باید باشه که تا بتونه سرعت تخلیه و سرعت مکش هوا بیشتر از سرعت این باشه. این سوراخ هم به خاطر همون هستش. خب ما گفتیم یه دنده کرانولی هم داریم که به این صورت اینجا قرار میگیره و توسط دو تا پینی که پشت این سیلند هست، روی سیلند هست، با این دنده درگیر میشه. خب این پین ها رو جا بزنیم. پین میگن، خار هم میگن، حالا ما هر دو حالت رو میگیم. خب این دنده هم به این صورت کشویی میره داخل و توی خارها قرار میگیره و باعث میشه که این دوتا با هم درگیر بشه. خب این کجا قرار داره؟ ببینید این به این صورت میره به این شکل، میره اینجا با این دنده پینیون درگیر میشه و حرکت چرخشی اون دنده پینیون رو انتقال میده به این دنده و این دنده هم انتقال میده به سیلند. و با توجه به اینکه سیلند توسط این ساچمه ها که اینجا گفتیم با این قلمگیر درگیره، سه تا ساچمه داریم دیگه، این حرکت چرخشی رو توسط اون ساچمه ها انتقال میده به قلمگیر و حرکت چرخش رخ میده. و بازم اینجا گفتیم با توجه به دو تا شیاری که این کپسولی داره و سه تا شیار دیگه ای که داخل این سیلند هستش، سه تا حالت خار یا شیار داره. خب باعث میشه که با قلم درگیر بشه و نیروی چرخشی رو انتقال بده به دستگاه. فقط کلید تغییر حالت در اینجا میومد، این قطعه رو جدا میکرد که حالت چرخشی رو از مدار خارج میکرد. یک سیستم خیلی ساده ای هستش، اونقدر پیچیدگی خاصی نداره. خب مکانیزم کلی کارکرد دستگاه بود. حالا ما اول دستگاه رو مونتاژ کنیم، بعد بریم به کمک همین چیزهایی که یاد گرفتیم و دستگاه رو بتونیم ایبیابیش کنیم. خب بریم دستگاه رو مونتاژ کنیم. من سعی میکنم دیگه در حین مونتاژ زیاد حرف نزنم که زمان ویدیو بالا نره. حالا باز اگه نیاز به توضیح بود در ادامه حتما توضیح میدم. در حین جا زدن این باید توجه کنیم که این شیار روبروی این سوراخ قرار بگیره، بتونیم ساچمه هامون رو جا بزنیم. ما
باز این قسمت هم قلمگیرم میخوایم جا بزنیم، باید توجه کنیم که این شیارها روبروی سوراخ ها قرار بگیرن. دوستان فقط یه نکته ای رو توجه کنید، موقع جا زدن بول بیرینگ سعی کنید فشار و ضربه رو روی قسمت کنس داخلی وارد کنید، چون لوله ای که من دارم یه مقدار بزرگتره، موقعی که میخوام ضربه بزنم به این صورت میچسبونم به کنس داخلی تا ضربه به این کنس داخلی و این ورم دوباره همجور میچرخونم این حالت. اینو خیلی توجه کنید به کنس خارجی اینجا ضربه وارد نشه. پس بول بیرینگ بعدی هم به این صورت. خب حالا میخواییم اینو داخل پوست جا بزنیم، یه مقدار اگه این پوست رو حرارت بدیم این راحت جا میره، فقط باید توجه داشته باشیم اینجا یه کاسه نمد داریم، حرارتمون زیاد اینور ندیم که این باعث خرابی این کاسه نمد، یه مقدار اینورتر حرارت بدیم که یه مقدار این انبساط پیدا کنه. خب حالا نوبت ضربه زن هست. ببین برای اینکه ضربه زن ما بخوایم جا بزنیم یه مقدار گریستور و رینکش میزنیم و همیشه باید توجه کنیم موقعی که ضربه زن رو میخوایم جا بزنیم این حالت اورینکیش باید به سمت بالا باشه، حالتی که قسمت که اورینک نداره به سمت پایین باشه. اینو جا میزنیم، یه مقدار کمی خیلی کم گریس هم داخل سیلند میزنیم. اینجا نباید گریس زیاد زد، چون اگه گریس بزنیم زیاد راه های هوا اینجا رو مسدود کنه، اون عملیات تراکم هوا و عملیات تخلیه و خوب صورت نمیگیره و باعث آسیب زدن به دستگاه میشه. یه مقدار گریس هم دور این پیستون میزنیم. ببینید اینو میدیم داخل، ببین هر صدای هوا رو میشه، ببین اینو میکشیم بیرون به این صورت، ببین این آورد بالا، وقتی آورد بالا یعنی اورینک های این سالمه، نیازی به تعویض نداره، ولی وقتی دیدیم اینو نمیتونه بیاره پایین یا این به راحتی میره داخل، اونجا دیگه نیاز است حتما اورینک ها رو عوض کنیم.